le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 100مین برنامه زیر آسمان پاریس و چه زود از ابتدا اولین برنامه همین دیروز، امروز به 100مین برنامه رسیدیم. همطور که مشاهده کردید نشان و آرم برنامه تغییر کرده و این برای تغییر ذائقه و تماشای شما. برنامه امروز شامل 3 گزارش هست. گزارش اول در واقع ادامه برنامه قبل در انتظار سحر، کار مشترک آقایان یلفانی، آذرکلا و دانشور که لازم بود جدا از اهمیت کار و محتوا به تصدیق همه حاضرینی که این نمایشنامه رو دیدند، در پشت پرده و متن و محتوا هم گفتار کوتاهی داشته باشیم که از شما دعوت میکنم ابتدا به عنوان یکی از 3 گزارش به اون توجه کنید. در برنامه قبل بخشی از نمایشنامه در انتظار سحر و از استقبال حاضرین گفتیم و این بار در ادامه برنامه پیشین پای سخنان 3 هنرمندی می‌نشینیم که اعتبار کار و گفتهشان بسیار است. در برابر عمو نوروز و حاجی فیروز نشستیم، اما ظاهراً و شاید هم باطناً در برابر تاریخ و هنر دو بازیگری که در چندین دهه اینجا در پاریس شاهد کاراشون بودیم. شما این نمایشنامه رو بازی کردید یا زندگیتون رو روایت کردید؟ در حقیقت زندگی خود من هم به نوعی گره خورده با این مسئله نمایشنامه، چون من بازیگر کارهای قبلی آقای یلفانی هم بودم. وقتی که اومدیم پاریس ایشون نمایشنامه‌ای نوشته بودن، نوروز پیروز است، اون رو بازی کردم. بعد دیگه همجور شما کار غلام حسین سایدی رو هم در اوائل دهه بله 80 بود که کار کردیم. بعد از اون تاریخ سال 80 تا حالا من خودم رو نوعی عمو نوروز میبینم، چون تو ایران هم به خصوص کار تئاتر میکردم و اومدم اینجا موندم، رگه هایی از عمو نوروز در خود من بازیگرم هست. اگر موفق بوده باشه یه مقدار از خودم، در واقع شخصیت خودم هم توش بود. همین جان، شما این نمایشنامه رو چگونه میبینید و چگونه تونستید این بازی نرم و روان رو مانند حمید دانشور به روی صحنه بیارید؟ آشوغم، من این پیشنهاد بازی انتظار سحر که بهم شد، متن رو خوندم و دیدم که یک تئاتر و به خصوص تو کار که با ایشون کارگردانی کردن آقای یلفانی کار کردیم و هومن جان، عنصر بازی و تئاتر و اینکه ما یه تئاتر بالاخره بعد از چندین سال گذشت تئاتر کردیم. و من اینجا به تمام بینندگان خارج از کشور میخوام اینو بگم که اگر که صحبت از تئاتر میشه کم استقبال میکنن یا اونجوری که ما انتظار داریم استقبال نمیکنن، باید ما بیام یقه خودمونو بگیم که تئاتر کار باید بکنیم، تئاتر باید نشون بدیم. و این تئاتر بود و عنصر بازی به درستی توش میدرخشه با میزان سنها و بازی های دوستان. و این که حالا عمو نوروز کیه، حاجی فیروز کیه، این ماهاییم دیگه، این انسانهایی که هنوز پای آرمانهاشون موندن، پای اون باوراشون موندن و یا نموندن، موندن. میگه من از اولش زن میخواستم، اصلا اینا رو من رد کردم. اگه نمایش رو گوش کنیم میگم که به همه این جماعت خارج از کشور داره صحبت میکنه. آقای یلفانی، تئاتر در انتظار سحر ظاهرا هم تأثر و ناامیدی دیروز شماست و هم امیدواری شما به فردا. این هر دو چگونه در یک نمایشنامه به خوبی تونستن جا بگیرن؟
فکر میکنم به این علت که تصوری که من امروز دارم یا موقع نوشتن این نمایشنامه داشتم از امید و انتظار یک تصور مبهم، ناروشن، چندگانه یا چند وجهیست. با توجه به شرایط که ما درش زندگی میکنیم، با توجه به اوضاع دنیا، با توجه به اون چیزی که بهش میگن وضعیت بشری، به زحمت، به نظر من به زحمت میشه دیگه از امید صحبت کرد. درسته که هنوز ما بدون امید نمیتونیم زندگی بکنیم، هنوز باید فردایی داشته باشیم، ولی حوادثی که در دوران زندگی ما به خصوص بعد از انقلاب ایران و در دوران تبعید اتفاق افتاده، فکر میکنم همه عناصر لازم رو داشته که به ما یاد بده، به ما بفهمونه که با تعریف‌های قدیمی، با تعریف‌های سنتی، با تعریف‌هایی که بهشون عادت کردیم از مقولاتی نظیر امید و انتظار، نمیشه با مسائل امروز برخورد کرد. امروز ما در یک دنیای سخت‌تر، سریع‌تر، شدیدتر و بی‌رحم‌تری روبرو هستیم و این نمایشنامه هم به نحوی تقابل نه دو نوع برخورد با مسئله امید و انتظار، بلکه برخوردهای متعدد، برخوردهای متنوع در لحظه های متنوع بود. و به همین علت با اینکه این نمایشنامه رو من حدود 15-16 سال پیش نوشتم، ولی همچنان برام تازه است و کم و بیش مطمئن بودم که اگر بتونم همکارانی نظیر حمید دانشور و هومن آذرکالا داشته باشم و به خصوص همکاران دیگری که با من در زمینه‌های فنی همکاری کردن، مثل فریبرز، مثل حمید سبا و به خصوص شاهرخ مشکین قلم، که متاسفانه ما نتونستیم، خودشون هم نتونست اونقدر که لازم بود، اونقدر که انتظار داشتیم از همکاریشون بهره‌مند بشیم، مطمئن بودم با یک چنین اکیپی ما میتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. اتفاقا آقای الفانی، در تایید فرمایشات شما از دو بازیگر حمید و هومن، میخواستم این سوال رو بکنم که هومن، شما به سراغ عمو نوروز رفتید یا عمو نوروز به سراغ شما و چرا نه حاجی فیروز؟ من حاجی فیروز رو قبلا کار کرده بودم، تجربه کرده بودم نقش حاجی فیروز رو، ولی خب سالها دیگه گذشته، من به همون نوروز نزدیکتر شدم تا به حاجی فیروز و حمید حق مطلب رو ادا می کرد با بدن و بیان و احساس و تمرکز و هرچی که لازمه بازیگری بود، حق مطلب رو ادا می کرد. من هم در بضاعت خودم دیگه همون نوروز شدم دیگه، به هر حال سالها گذشته و با سن و سال من به عمو نوروز تو این اکیپ بهتر میخورد. فکر میکنید که ایرانی امروز چقدر عمو نوروز رو میشناسه؟ ایرانی امروز در ایران یا ایرانی امروز در خارج؟ بر اساس خود نمایشنامه فرق زیادی نمیکنه. ما ایرانیان خب به هر حال هنوز ما سنت هامون تو ایران هنوز پابرجاست، فرهنگ خودمون رو داریم، میبینیم که جشن نوروز هست، سیزده بدر هست، نمیدونم جشنهای دیگر رو میگیرن کم و بیش. اینجا خب به دلیل اینکه خارج کشور هستیم یه مقدار مشکله، ولی من فکر میکنم که ایرانی ها هنوز این جشنها و این سنت و این فرهنگ رو حفظ کردن، چه در خارج کشور چه در داخل کشور. و ما همه جان، اگر بخوایم در همین روال گفتگو همین سوال رو با شما مطرح کنم، دو شخصیت عمو نوروز و حاجی فیروز هم مکملن هم به هم احتیاج دارن، آیا فرد و شخصیت سومی در تاریخ و در این نمایشنامه بهش احتیاج هست؟ من نمیدونم فرد سوم بیشتر منظورتون کیه؟ آیه به نمایشنامه
فرد سوم دیده میشه فکر کنم تو این تکست یه جورایی. اما حاجی فیروز اینجا ما میبینیم اون حاجی فیروزی که همه ما ایرونی ها میشناسیم نیست. من خودم اینو دوستام اینو بگم که رفتم سراغ بازی سیاه بازی و با لباس حاجی فیروز و اینجا جا داره یاد کنم از زنده یاد سعدی افشار که آخرین سیاه مملکت ما بود، که امیدوارم بتونیم ما هر کدوم به سهم خودمون این سیاه رو زنده کنیم، زنده بلقوه باشه همچنان. و بازی سیاه آرزوی من اینه که تو کشورمون یه روز یه واحد اجباری دانشگاه بشه و ما این بازی رو از دست ندیم. سیاه شلی پرسوناژ خوبی داشتیم و این سیاه همون آرلکن اروپا است. بنابراین من از این نقش خوشم اومد و دفاع کردم ازش و الان دارم صحبت میکنم. حاجی فیروز و سیاه با سیاه خودم. حاجی فیروز متفکرتر از حاجی فیروزهای سال قبل، هم در استدلال و هم در دیده هایی که به مسائل داره، از جمله در دیالوگ و گفتگو با امونوروز. خب اینم یه نوعش دیگه. این حاجی فیروز آقای یلفانیه. ما حاجی فیروز لاله‌زار داشتیم، حاجی فیروز خیلی از نویسنده‌ها داده میگه اسم نبریم، اینم یه حاجی فیروزه. امیدواریم حاجی فیروزا و سیاهای ما برقرار باشن. با تبریک مجدد به هر سه شما و همکاران پشت صحنه. من جز این شعرها چیز دیگه ای بلد نیستم. حرف آخر تو بزن، راه میفتی با من بیای یا نه؟ حرف اول و آخر همون نوروز همینه. من اومده بودم تو را از این فلاکت و خواری نجات بدم. تو برای نجات من نیم، تو اومدی منو از سر راه برداری که خیال خودت راحت. هر جور دلت میخواد حساب کن، ولی این آخرین شانس بود. تنها شانس من اینه که همینجا بمونم و منتظر برگشتن حاجی فیروز باشم. اما نوروز، حاجی فیروز دیگه بر نمیگرده. خیال میکنی؟ مگه دست توه؟ کافیه چشمامو هم بذارم و حواسمو خوب جمع کنم. اون وقت مثل اینکه موش آتیش زده باشم جلو حاضر میشه. اگر دوست داری با همین حرفا دلتو خوش کن. حالا راسبسی داری میگی؟ اگه بمونم مزاحم خواب و خیالات میشم. بند و بساطت هم با خودت میبرم. چیه؟ نظر دعوت شده؟ فقط یکم بکر میخوایی به این دیگه هم در نگردی؟ پس بگیر این یادگاریارم با خودت ببر. کار از محکم کاریه نمی کنم. حالا که دیگه به درد میخورم ببر دریزشون دور. میبرم آتیششون میزنم تا تو خیالت کاملا راحت بشه. آره فکر خوبیه. فقط یادت باشه وقتی کبریت میکشی اصلا نگاهشون نکنی. ممکنه یه هواهایی به سرت بزنه و دست و دلت برزه. خیالت راحت باشه. من مدت هاست که دست دارم برای این چیزام نمی‌لرزه. خیلی خوب دیگه برو برو این هرم آتیش بزن و خیال همه رو راحت کن. منم اینجا میمونم و از دور نگاهت میکنم. برو برو، خدا به همراه. خدا حافظ امون نوروز. خوش اومدی حاجی فیروز. در انتظار سحر، امون نوروز و حاجی فیروز. اما از سنت ها و روایت های گذشته اگر بخوایم به امروز بیاییم، قبل از اینکه به نمایشنامه دیگری با عنوان زن توجه کنید، همونطور که میدونید در آستانه برگزاری مسابقات والیبال بار دیگر مسئله حضور بانوان در ورزشگاه ها مطرح شده و شاید پرداختن به این موضوع همونقدر غیر ضروری باشه که ضروری، چرا که تلاش برای اینکه ثابت بکنیم دو به علاوه دو چند خواهد شد شاید کار بیهوده است. اما به هر حال نسل جوان خوشبختانه، چه کسانی که در ایران هستند و چه از جمله امیر پارسی روزنامه‌نگار فعال در خبرگزاری‌ها در داخل ایران، هم اکنون در فرانسه کمپینی رو دنبال می‌کنه که در گفتگوی کوتاه با او از این جزئیات با خبر خواهیم شد. آقای امیر پارسی، شما کمتر از یک سال است که در فرانسه ساکن هستید، اما فعال و پیگیر تمام مسائل ایران، از جمله مسئله حجاب در ورزشگاه‌ها و خبرهایی که این روزا بسیار می‌شنویم. شما به چه دلیلی این کار رو به عهده گرفتید و چه می‌کنید؟
درود عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ما هدفمون این هست که یک کمپین رو راه انداختیم در حمایت از بانوانی که میخوان وارد ورزشگاه بشن، اهم از ورزشگاه فوتبال، والیبال و بسکتبال، که ما فکر میکنیم حقشون هست و بتونن تشویق کنن تیم ملی رو. و این کمپین رو راه انداختیم، فعلا در مرحله اولیه هستیم تا ببینیم بعدن به کجا خواهد رسید. وقتی میگویید ما، شما یه روزنامه نگار یا یک گروهی که فعال هستید و ریشه ها و دنباله های کار در بسیاری از جاها هست؟ ببینید این حرکت، حرکت جمعی هست و به شخص وابسته نیست. یعنی طبیعتا من خودمو اصلا نمیدونم مدیری یا جایگاه خیلی بالایی برای خودم نگرفتم. به خاطر همین هم ما از تمام کسانی که فکر میکنن میتونن در این کمپین حضور داشته باشن دعوت میکنیم که این کمپین، کمپین مردمی هست و کمپین شخصی نیست. و به خاطر تهدیدی هم که گروه انصار حزب الله انجام داده برای پیوستن بانوان به ورزشگاه برای حمایت تیم ملی، تهدید خیلی بدی بوده و به دور از ادب بوده و خیلی خشونت‌آمیز بوده و ما این حرکت رو محکوم میکنیم و این کمپین قصد داره دولت ایران بخواد به عنوان حداقل نماینده 18 میلیون مردم. و بین اون 18 میلیون مردم هم فکر کنم خیلی هستن که دوست دارن برن استادیوم و تامین امنیت این مردم بر عهده دولت هست و ما اینو مطالبه جدی میکنیم از دولت و امیدواریم که وارد قضیه سیاسی نشه. ولی دولت گفته است که با حضور تعدادی از خانم ها در استادیوم موافقت خواهد کرد. بله، خانم ملاوردی معاون امور بانوان آقای روحانی یه بخشنامه رو ابلاغ کردن از طرف آقای روحانی که اجازه حضور بانوان رو در ورزشگاه ها میده. ولی خب متاسفانه یه تهدیدی دیروز من دریافت کردم از گروه انصار حزب الله که گفتن که مقابله خونین میکنن و یه ادبیات خیلی زشتی که جاش نیست من اینجا بگم، توی شبکه‌های اجتماعی هست، شما و بینندگان محترم میتونن ببینن. به هر حال من میخوام بگم که این گروه ثابت کرده که به هیچ اصول اخلاقی و انسانی و وجدانی پایبند نیست و ما نگران امنیت این بانوانی هستیم که میخوایم برن داخل استادیوم و تیم ملی رو تشویق کنن، چون این حق تیم ملیه و حق بانوان ایرانیه که به آزادی خودشون برسن، به حق خودشون برای حمایت از تیم ملیشون برسن. و این فکر نمی کنم هیچ منافاتی با سیاست و حکومت داشته باشه. و به هر حال کمپین ما به جد وای میسته جلوی این حرکات افراطی و ثابت بکنیم که بانوان ایرانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، انتخاب پوشششون حقشونه و هر شکلی برن تو استادیوم حقشونه و در چارچوب قوانین خود دولت هم میخوان این کارو بکنن و فکر نمی‌کنم این مسئله‌ای و مشکلی داشته باشه. و حالا در پایان برنامه بار دیگر تئاتر و نمایشنامه، کاری از منوچهر نامور آزاد و خانم مرضیه علیوردی با عنوان زن. منوچهر نامور آزاد در بیشتر از 3 دهه مانند دیگر هنرمندان ایرانی ساکن فرانسه سعی میکنه هر از گاهی نمایشنامه رو با امکانات بسیار محدود اما با ارزش و محتوا ارائه بده که از شما دعوت میکنم به بخشای از این نمایشنامه و همینطور گفتگو با دست‌اندرکاران توجه کنید. سه ماه پیش بالاخره از شوهرم جدا شدم. خب این جدایی چیز ناگهانی نبود. به قول فرنگی‌ها یه سورپرایز ناگهانی نیفتاد رو سرم. از خیلی وقت پیش منتظر بودم. یا بهتره بگم منتظر بودیم. شاید باورتون نشه، تقریبا از همون ماه اول معلوم بود این قطاری که سوار شدیم به کجا میره و تو کدوم ایستگاه باید پیاده شه. تعجب میکنه نه؟ حتما پیش خودتون داره میگین خب اگه از اول میدونستی چرا این کارو کردی؟ مگه مغز خر خورده بودی؟ خربوزه خوردی؟ پای لغزشم بشی. نه، فکر نمیکنم اینجا حق با شما باشه. کنار گد نشستین و میگین لنگش کن. باور کنید مشکل ما مشکل تر از اون بود که بتونید حد بزنید. حالا شما اول به حرفای من گوش کنید و بعد قضاوت کنید.
اما توجه کنید این حرفایی که میزنم نشان دهنده ضدیت من با همه مردان نیست. فقط اون چیزی که تو زندگی خودم اتفاق افتاده رو براتون تعریف میکنم. داستانی که شاید برای خیلی زنهای دیگه هم آشنا باشه. هنوز که هنوزه یاد اون چند سال زندگی مشترکمون برای من کابوسه. بعضی شبا خواب میبینم. خواب میبینم بعد هلولگی خودم رو قایم میکنم. بعد دستشو رو تنمه حز میکنم و میخواب چیخ بکشم. چی گفته یک مساویی با یکی؟ تو ریاضی قبول دارم، بله یک مساویی یکی، ولی نه در زندگی زناشویی مسائل احساسی. همه مردا که یکی نیستن، همینجور که ما زنها یه جور نیستیم. الان یه مرد تو زندگی من که هیچ شباهتی به شوهر قبلیم نداره، راستی دوستش دارم. بدی رو دارن زنها میگیرن. به هر حال وجود مرضیه عزیز این امکان رو من دار که چند کاغذ رو قلمی کنم که ما نتیجه شدید. مرسی که اومدید. از دیدار همتون خوشحالم. با تبریک به شما، اولین پرسشی که بعد از این بازی باید از شما پرسید این است که جدا از هنر بازیگری چگونه تونستید و آیا میتونید همچنان از جزئیات و واقعیات زندگی زنان در ایران اینگونه با خبر باشید؟ در واقع زیاد پیچیده نیست قضیه. یعنی از گذشتگان ما، مادر بزرگ ما، مادرمون و تمام تجربه که کسب کردن، لمس کردن، طبیعی من با اونا بزرگ شدم. من نوعی با من حالا یک هنر پیشه بزرگ شدم. اقوام و خانمایی که این دشواری ها رو دارن، یعنی در واقع این مشکلات خانوادگی با همسر رو دارن، میگم دارن، و اون تساوی نبودن آزادی یا عدالتی که باید بین زن و مرد باشه و یک سری ازدواج های مصلحت حالا یا هر چیز دیگه، و تعداد آماری که ما داریم میبینیم از این طلاق ها، جدایی ها و دادگاه هایی که هست و بدبختی ها که پشتوانه مادی ندارن اکثر خانوم ها. طبیعه آدم میخونه، رسانه ها هست و همه این چیزها رو، اقوام، دوست. چیزی فکر نمی‌کنید مرد سالاری اصولا بین المللی و شرق تا اندازه به عراق؟ اصول کاملا درسته. اصلا به آقای منوچهر نامبرازد نویسنده و کارگردان این نماشتام این موضوع رو تحقیق کنم. صد درصد اینطور هست، ولی به طور نسبی بخوایم حساب بکنیم، خب طبیعیه که خورده یه تعداد میخواییم رو نسبت واقعا آمار حساب کنیم، در شرق یه مقدار مشکلات بیشتره. شاید یه خورده فقر فرهنگی باشه، این دلیلش میتونه باشه. شاید یه کمی دموکراسی کمتر باشه، اما
کاملا صحیح میفرمایید. به طور عمومی هستش، متا شکلش نحوش فرق میکنه، نوع زندگی ها فرق میکنه. به کاملا ملموسه، یعنی چه از گذشتگان چه حال که آدم داره میبینه، به هر صورت پیرامون آدم تمام اینا خانمایی که از مشکلاتش هستش و زیاد سخت نبود بتونم اینو لمسش کنم. آقای نامبر آزاد، بار دیگر کاری از شما نوشته و کارگردانی شما زن. شما در این دموکراسی زن رو چگونه میبینید و چگونه تعریف میکنید؟ سوال سهل و در ذهن مشکلیه. من امروز نگاهی کاملا مدرن به مسئله زن، نیمه دیگر مرد دارم. من زن و مرد رو در واقع آنچنان جدا از هم نمیبینم. کسانی هستن نیمه های گم شده که باید بالاخره یه روزی همدیگر رو پیدا کنن، ولی متاسفانه سنت ها، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، تفکرات مذهبی به ویژه یا ایدئولوژیکی سبب شده که به هر حال مشکلات فراوانی سر این دو جنس مکمل هم به وجود بیاد. در نمایشنامه شما حس میکنیم نه شورش اما استقلال زن شرط اولیه نجات از وضعیته. آیا راه دومی به خصوص برای زندگی در شهر مثل ایران پیش بینی میشه؟ که تردیدی نیست که آزادی چیز جدا نشدنی از انسانه. زنها نیز به همون میزان به آزادی احتیاج دارن که مردها، فقط دست و پاشون مثلا در کشوری مثل ایران که پیش از این شاید با تاریخ 60 سال زنها تونسته بودند اون پوسته زخیم مذهبی و اجتماعی دران دوباره بخوان برشون گردنم، چون الان فشار مضاعف دارن، کارشون مشکل تر شده. آقای نامبرازاد، شما در بیش از 3 دهه در بیرون از ایران و قبل از اون در ایران فعال تئاتر بودید و در این کار سابقه و صاحب نام. وضعیت تئاتر امروز چه در بیرون از ایران و چه در ایران چگونه می‌بینید؟ تئاتر یکی از هنرهایی است که چون جمعی انجام میشه نیاز به مخارج داره و امکانات. برای نقاش خوب کار راحت تره. برای تئاتر در کشورهای دموکراتیک، در کشورهایی که واقعا مسئله فرهنگی و هنری رو درک میکنند، مورد حمایت دولت هستند. وزارتخونه های مختلفی در این ارتباط هنری و فرهنگی هستند. ما در خارج از کشور چنین حمایتی رو نداریم. ما تنها حامیان ما خود ملت هم، خود مردم ایرانی هستن که برای سالن امشب پر شده. خوشبختانه تقریبا اکثر کارهای من سالن پره، نه به خاطر من، به خاطر اینکه به هر حال رابطه رو برقرار کردم با مردم. در داخل ایران هم من شنیدم که نمیتونم قضاوت قطعی بکنم، شنیدم چون ارتباطی ندارم آنچنان، شنیدم تنها یک تعدادی که خودشون رو نزدیک کردن به حکومت از امکانات بالا برخوردارن. خیلی کسان دیگه که تسلیم نشدن شرایط بسیار بسیار بدی دارن. درسته که هنوز ما بدون امید نمیتونیم زندگی بکنیم، هنوز باید فردایی داشته باشیم، ولی حوادثی که در دوران زندگی ما به خصوص بعد از انقلاب ایران و در دوران تبعید اتفاق افتاده، فکر میکنم همه عناصر لازم رو داشته که به ما یاد بده، به ما بفهمونه که با تعریف‌های قدیمی
با تعریف های سنتی، با تعریف هایی که بهشون عادت کردیم، از مقولاتی نظیر امید و انتظار، نمیشه با مسائل امروز برخورد.